سلام 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 به دوستان و مخاطبین همیشگی تیوی پلاس. امروز از لندن با شما هستیم برای گزارش روز طبیعت، روزی که امسال مصادف شده با تعطیلات ایستر یا همون عید پاک در اینجا و باعث شده توی هوای نسبتاً سرد مردم به اینجا بیان توی پارک و دور همدیگه روز طبیعت رو جشن بگیرن. با ما همراه باشید. روز طبیعت به اتفاق خانواده دارم میبینم که اومدیم بیرون در لندن. یه خود از حال و هوای امروز برامون بگید. عالیه، خیلی روز خوبیه، خیلی همه شاد، سرحال، خیلی پر انرژی، لذت داریم میبریم، بوی کباب، صدای موزیک، واقعا عالیه. والا اینجا سینزه بدره، بهمون گفتن که من اینو شدیدم چی میگن تبلیغاتی شدیدم با دوستامون هماهنگ کردیم، بچه ها خوزستان، بچه ها آبادان، شادگان و اهواز و ماشر اومدیم دور هم دیگه. حال هوای امروز فوق‌العاده است. ایرانیایی که بهترینن و بهترین ایرانی ها تو این کشور جمعن، دور همن و لذت میبرن از این لحظه و خوشحالم که میبینم ایرانی های جمع شدن که واقعا با هم دارن لذت میبرن و کیف میکنن. خیلی خوش میگذره، خیلی عالیه، همه اومدن، باربیکیو، لایف میوزیک تو هستش، یه روز خیلی فوق‌العاده عالی داشتیم تا الان. خب اومدیم پیش تهیه کننده برنامه امروز آقا محسن، از حال و هوای امروز برامون بگین. عرضم به حضور شما که امروز خب روزی که توجه دارین تو لندن یا انگلیس معمولا آب و هوا نامناسبه. ما در حدود 3 روز پیش تصمیم گرفتیم که این برنامه رو بزنیم که جای دیگه هم برنامه داشتم، به خاطر بارندگی برنامه رو کنسل کردم. ولی خب من از اونجایی که دوست داشتم که ایرانی ها دور هم جمع بشن و به هر حال 13مونه یه جوری ما به هر حال هر جوری برف هم بیاد بعد برگزار بکنیم. خب خب بچه ها، حالا که بازیتون قطع شده بیا اینجا یه لحظه به من بگید که میدونید 13 بدر چیه؟ بله نه، بعد از 13 روز بعد از نوروز سلبریت میکنیم، جشن میگیریم. خب دوست داری این جشن رو که میایین بیرون اینطوری بازی میکنی؟ دوست داری؟ چندمین باره که میای اینجا؟ دومین باره؟ تو هم دوست داری مراسم 13 بدر رو؟ خب تو مدرسه برای دوستا تعریف میکنی؟ پارسال تعریف کردی. خب دوستاتو دوست دارن از این که هیجان زده میشن، اکسایتد میشن از این که میشون این چیز مراسم روز 13 بدر رو؟ بله. عالی عالی، خب برید بازی کنین. مرسی که با ما صحبت کردی. خدا چه بویی را انداختی؟ بفرمایید آقا، یه چند دقیقه با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم قضیه چیه. خب چه خبر؟ تا الان بهتون خوش گذشته؟ خیلی عالی، خیلی خوب. هر سال میان اینجا؟ سال اول قبلا میافتیم کجا؟ بس رستم رفتیم و میگیم. آها. امسال سال اول میان اینجا. خب شما میبینم که خانواده پر جمعیتی هم هستید، ماشاءالله. خدا رو شکر. خدا رو شکر. این امروز روز طبیعت، 13 بدر رو برای احیانا کودکانی که سنشون کمه یا اینجا به دنیا اومدن چطوری توضیح میدین؟ خوشبختانه پسرای من جفتشون میرن مرسی رستم، اونجا خیلی بهشون کمک کرده که بهشون میگن که از تمام عید نیویر سال تحویلمون ایرانی تمام توضیح میدن، با نقاشی رای میکنن، هر ستاشون میرن مرسی ایرانی الان. یعنی کاملا با آیین در واقع رسوم ایرانی آشنا؟ کاملا آشنا هستم، بلکه مرسی ایرانی که دارم میرن مرسی رستم خیلی کمک کرده در مورد این قضیه. حال هوا اینجا که خیلی خوب بود، با بودن شما هم خیلی بهتر شد. موزیک و ایرانی هم همه جمع و آش رشته طبق معمول و نمیدونم کباب و خیلی عالی، و انشالله که امسال سال خوب و عالی باشه برای ایرانیان عزیز ایران و لندن و موفق باشه. حالا هوای 13 بدر، خب معمولا رسم هست که دقیقا خود روز 13 فروردین باشه مطابق با ایران، ولی خب به خاطر مسائل کاری اینجا
معمولا نزدیکترین تعطیلی به 13 بدر که امروز هستش یه روز قبل توی دوازده. البته فردام اینجا تعطیله بخاطر اینکه متصادف شده با عید پاک. آره ولی خب بعضیا چون سر کار هم میرن اینا بر همین امروز و این یک محیط خوبه، یک مجموعه ورزشی هست که سالهای قبل هم به همین نسبت جمعیت و بیشتر هم اومدن و از این ایونت فارسی استفاده کردن. خیلی عالیه، خیلی خوبه. دفعه اول اومدیم اینجا ولی خیلی خوبه، زیاد شلوغ نیست. همه خانوادگی هم و خیلی عالیه. خب به نظر شما بارونی هم نیست. آره این خیلی مهمه، این واقعا خیلی مهمه. شما چی فکر می‌کنید؟ آره خوبیش اینه که سالن هم دارن، اگه اتفاقی بیفته حداقل آدم میتونه بوده بره تو سالن یه وقت بارونی. بله بله دقیقاً. آره همه چی خوبه، شکر خدا. خب دارین چیکار می‌کنین؟ چی درست می‌کنین؟ ما اینجا الان سالادمون میرزاسمون اگه شما دوست داشته باشی یه مزه بکنین و کبابامون هم اونجا الان آماده میشه، جای شما خالی دیگه. بله شما خیلی مجهز اومدین و کامل. ما اینجا چند تا گروه خانواده هستیم با هم دیگه، دیگه سعی کردیم که با هم غذامون آماده بشه. بسیار عالی، خوش بگذره بهتون، زنده باشید، قربون شما. سنت ایرانی هاست، دیرینه بوده و ما از بچگی هامون این سنت رو یادمونه. رو همین حساب نحسی 13 رو معمولا ما تو خارج از کشور هم میاییم بیرون، میاییم روز طبیعت رو جشن میگیریم. دقیقا روز طبیعت رو جشن میگیریم، میاییم بیرون، سبزه هامون رو گره میدیم، سبزه هایی که توی خونه گذاشتیم و میندازیم توی آب. البته من امسا سبزه نذاشتم به دلیل همین که مقدار خیلی زیادی گندم و سبزه رو نذاشتم، ولی خب در صورت فضای سبز رو ازش استفاده میکنیم دیگه. سال نو مبارک. زنده باشی، سال نو شما مبارک. ببخشید ما سر زده یه دفعه اومدی مزاحمتون شدیم. آقا چقدر چه کبابی می‌زنی؟ شاکرم میشی. یعنی دم شما گرم دیگه. یه کبابی یادم بودش در ایران، کباب بناب. درست میگم؟ کباب بناب، آره کباب حاج عبدالله ولی تهران. خیلی باحال. شما شغلتون اصلا مرتبطه یعنی با داستان؟ نه نه شغلم اصلا مرتبط ولی حرفه‌ای به نظر میرسید اصلا. شما لطف دارید، زنده باشید. با خانواده اومدین؟ بله بله با خانواده هستم. اقوام و فامیل هم دوستا آشنایم. بله. خب چندمین سال است که میان اینجا؟ والا اینجا رو سال اول میام، ولی خب هر سال میام سیزده بدر بیرون جای مختلف. عالی. خب یه خود مثلا اگه بخوای برای هموطنای داخل کشورمون بگه حالا هوا اینجا چه، اینجا بیشتر به ما خوش میگذره یا به اونا بیشتر خوش میگذره؟ والا خب تو ایران که باشه 100% ایران بیشتر خوش میگذره. همه چی ایران خوبه، سیزده بدر، عید نوروز، همش ایران خوبه. اینجا هم خب ما به یاد ایران دیگه، سیزده بدر و عید و مراسم. چند باره که سیزده بدر رو بیرون از ایران جشن میگیرین؟ 27 ساله. شوخی میکنی؟ 4 سال پیش ایران بودم برای سیزده بدر و خیلی خوب بود. یعنی اونجا بهتر از اینجا بود؟ اینجا اونجا چون تمام کشور سیزده بدر رو جشن میگیرن و بیرون میرن و از هفته صبح میرن جام میگیرن، به محیطش خود بیشتر مثل سیزده بدر بود. ولی خب اینجا یکم جمعیت کمتره، ولی خب اینجا مثل ایران دیگه. بچه ها اول یه سوال میخوام ازتون بپرسم که اصلا میدونید سیزده بدر چیه؟ نه نمیدونی؟ نه. هیچ وقت مثلا تو خانواده مطرح نشده که روز طبیعت سیزده بدر چی هستش؟ نه. خب تو چی؟ تو میدونی؟ نوروز مبارک. میگم سیزده بدر چیه؟ میگه نوروز مبارک. البته این دوستمون فارسی نمیتونه صحبت کنه، فقط ساینا جان و دریا جان میتونه صحبت کنن. خب تو به من بگو که میدونی سیزده بدر چه روزیه؟ نه. خب اولین بار اومدی با خانواده بیرون یا اینکه قبلا هم به عنوان روز سیزده بدر اومدیم بیرون، یادت میاد؟ این اولین باره. اولین باره. بعد از نظرت این اولین تجربه چطوریه؟ دوستش داری؟ با حال اینکه همه میان دور هم جشن میگیرن، باربیکیو میکنن، فوتبال یا والیبال بازی میکنن یا هر کار دیگه ای؟ خوبه. خوبه. نمیخوای خود بیشتر راجع بهش صحبت کنی؟ فیلینگت چیه؟ احساست چیه؟
دوست داری بازم این کار انجام بدی؟ بله. چندمین ساله میای اینجا؟ من الان سومین ساله، سال پیش مدرسه رستم بودیم ولی به خاطر اونجا سرپوشینه نداشت امسال اینجا رو گرفتن و البته یه توضیح من بدم که اینجا سربازه، منظور سینا جان اون ساختمونی هستش که در واقع پشت سر بارون گرفت بتونیم اونجا جمع بشیم. اصل قضیه رو پیدا کردم. ببین یعنی مخزنش اینجاست، ما تا حالا اشتباه رفته بودیم. عباس آقای گل، آقا چی کار داریم میکنین؟ کباب میپزیم عزیزم. شما به شکل خیلی حرفه‌ای دارین این کار رو انجام میدین. خودم کباب زنم، صاحب تهیه غذا هستم. بسیار عالی. خب چندمین سال هستش که اینجا توی مراسم 13 بدر ایرانی ها شرکت میکنین؟ من همیشه با ایرانی ها هستم، امسال سال اولمه. امسال سال اولی که اینجا هستین. خب اوضاع احوال چطوره؟ همه چیز خوب پیش میره؟ بچه سر حالن، همه شادن. خب. الحمدلله بارون هم نیومد، همه داره میان اینجا کباب میخورن. خب بعد شما برای چند نفر تهیه دیدی؟ تقریبا 300 نفر. 300 نفر. اینجا خیلی خوبه. هوام خدا رو شکر امروز بارونی نیست. چندمین ساله که در واقع میایین مراسم 13 بدر رو در خارج از ایران جشن میگیرین؟ الان فکر کنم پنجمین سال. پنجمین سال. بعد کلا نظرتون چیه؟ خوش میگذره؟ چطوری حال و هواش؟ خود میخوایم حال و هوا رو توصیف کنید برای هموطنانمون که داخل کشور هستن. آخه مثل ایران که نمیشه، ولی دوست داریم که حداقل با اونا همراه باشیم دیگه. بعد سنت ها رو حفظ کنیم، دور هم جمع بشیم. دوستان خیلی از دوستا رو اینجا ناگهانی میبینیم، این خودش حس خوبیه. خیلی خوش گذشته. تمام بچهای ایران از طرف از تمام نقاط ایران اومدن اینجا. آره. هر سال میان یا اولین سال اومدیم؟ امسال اولین سال اومدیم لندن، ولی پارسال من بیرمنگام بودم. اونجا هم از این برنامه ها بود؟ آره، اونجا هم یه پارک بزرگی داره، تمام ایرانی ها میان اونجا و خوب بود. آره، خیلی جاتون خالی، خیلی عالی بود. حالا فکر میکنی برنامه لندن بهتر بود یا برنامه بیرمنگام؟ من فکر میکنم سیمه، اونا هم دوتاش یکی هن. یعنی هم بیرمنگام هم لندن دوتاش خیلی شبیه هم به هم. خیلی شلوغ شد، خیلی مردم استقبال کردن از دو طرف. اونجا ایرانی زیاد داریم ولی خب ایران این لندن بیشتر. آره، ایرانی داریم. آره. 13 روز بعد از عید و میایم بیرون از خونه و غذا میپزیم، کباب اینا. خب چندمین باره که دینا جان میای با بابا مامان 13 بدر کنیم؟ فکر کنم 4-5 سالی هست میایم. 4-5 ساله. خب این مراسم رو دوست داری تو مدرسه برای دوستای خارجی تعریف میکنی؟ نزید. خب به من بگو که چه قسمتی از اتفاقایی که امروز افتاده، کاری که امروز کردی رو بیشتر دوست داشتی؟ پدرم که کباب درست میکنه. مقدار فرق میکنه دیگه، به خاطر اینکه یه سری چیزایی هست، محدودیت ها هست، ولی واقعا میگیرن مردم. همه ایران هم از 13 بدر رو لذتشو میبرن. اینجا هم که میبینین همینطور رو همه بله. میان و تو پارک ها جمعن و خیلی هم عالیه. 1-2-3 نوروز مبارک. مرسی. خواستم تشکر کنم از تی وی پلاس که این برنامه رو تشکیل دادن و این برنامه قشنگ رو فیلم برداری کردن که گزارش قشنگی باشه برای ایرانی ها داخل ایران و خارج از کشور. مرسی تی وی پلاس، عیدتون مبارک. دوستای گل تی وی پلاس، امیدوارم که از گزارش امروز ما لذت برده باشین. البته هوا هم امروز به کمک ما اومد تا بتونیم مراسم 13 بدر ایرانیای عزیز و تو لندن برای شما به تصویر بکشیم. تا یک برنامه و گزارش دیگه از لندن و از تی وی پلاس، خدا نگهدار.